کابوس رژیم آخوندی از سرنگونی در بحبوحه جنگ گورکا بر سر کابینه آخوند روحانی. فشار اقتصادی آمیخته با التهابات سیاسی برای نظام خطرناک است. مسائل مصر برای ما عبرت است. ممکن است برای ما هم اتفاق بیفتد. در سال 78 کشور دچار التهاب شد و مجاهدین آشوب‌های خیابانی را به پا کردند. در چهارمین روز از جنگ گورکا بر سر کابینه آخوند روحانی در مجلس ارتجاع، عناصر باند خامنه‌ای وحشت رژیم را از سرنگونی نظام برملا کردند. آنها خطاب به باند رفسنجانی هشدار می‌دادند: مگر شرایط منطقه را نمی‌بینید و این باید عبرت شود که بر سر نظام ما هم خواهد آمد. ما دغدغه داریم در محیط‌های دانشجویی، محیط‌هایی که جوانان در اونجا به سر می‌برند، فعالیت می‌کنند، محیط‌های دانشجویی، محیط‌های دانش آموزی، در اینجا تندروی‌های سیاسی و التهاب‌های اجتماعی اینها را از وضعیت اصلیشون دور کنه. و ما وضعیت خاصی در دنیا داریم. شما می‌بینید در منطقه چی می‌گذره. ما دچار تحریم هستیم، فشارهای اقتصادی مردم را اذیت می‌کنه. اگر فشارهای اقتصادی آمیخته بشه با التهابات سیاسی، این برای نظام خطرناک هست. امروز مسائل مصر رو هم داریم، تجربه است، عبرت هست برای ما. اگر دقت نکنیم اون اتفاقاتی که در بعضی از کشورها افتاده و مایه تأسفت، ممکنه برای کشور ما بیفته. دهخان از مهره های باند خامنه ای بر نگرانی و وحشت اصلی رژیم از شکلگیری قیام ها تاکید کرد و گفت: مگر فراموش کرده اید که در تیر 78 هم مجاهدین باعث شورش خیابانی شدند؟ 18 تیر سال 78 و مسائلی که بعد از اون افتاد خودش در واقع بارها صحبت شده، شما همه خبر دارید. وزیر علوم که اون زمان باید منشأ آرامش بود، خود ایشون رفت استعفا داد و بنزین بر شعله اون التهاب آویخت. 5 روز کشور دچار التهاب شد. منافقین سوء استفاده کردند، آشوب‌های خیابانی رو به پا کردند. اما انتظار داشتیم که بعد از اون که این اتفاقات افتاد بود عبرت می‌شد. التهاب آفرینی، آشوب، درگیری‌های دانشجویی، این فضای ناآرام نشکافت زمینه پیشرفت علمی ما را. صحبت‌هایی که اینجا داریم انجام می‌دیم دشمن شادمون داره میکنه. صحبت ها و اطلاعاتی که دشمن نداره ما اینجا داریم به دست دشمن میدیم، متوجه باشیم. از سوی دیگر بشیری، یکی دیگر از نمایندگان باند خامنه ای، به عنوان مخالف میلی منفرد وزیر علوم آخوند روحانی گفت: ما نمیخواهیم بار دیگر دانشگاه ها اتاق جنگ شود. ما فراموش نکردیم مردم عزیز ما، خونداده ها، اسیرداده ها زنگ زدن از صبح امروز با ما میگن که دقت بکنید، دانشگاه ها اتاق جنگ نیستن. ما فراموش نکردیم آزادی های بیمنطق و دین برنامه‌ای که داشتیم. همین دانشگاه تهران اتاق جنگ شده بود. جلوی دانشگاه تهران چادرهای نصب کرده بودن، کمک‌های نقدی و مالی جمع‌آوری می‌کردن. این کمک‌ها رو به ضد انقلاب می‌رسوند. دولت تشکیل دادن، خدمت کنن، حزب کارگزاران درست کردن، حزب مشارکت درست کردن، قابل‌های ثروت و قدرت به وجود آوردن و اینها شد فتنه 88. بازگشت به دوره اصلاحات امریکایی و دوره کارگزاران ضد معنای اعتدال است. وزیر آن دوره که آقای خاتمی او را زینت کابینه می‌نامید، امروز کجاست؟ با بی بی سی و دولت بریتانیا چه می کند؟ با عربستان سعودی چه می کند؟ پیغام به مرسی می دهد. مواظب باشید از الگوی انقلاب اسلامی در ایران کسی پیروی نکند. آقا بنده ای در دادگاه با چه اتهاماتی دارد؟
کیهان ارگان ولی فقیه ارتجاع. نامزدهای معرفی شده برای تصدی 6-7 وزارتخانه با اما و اگرهای جدی مواجه هستند. آنها آمده بودند تقصیر را بیاندازند گردن رهبری، بعد می گفتند که این حوادث تقصیر ما نیست. همزمان با برگزاری جلسات مجلس برای بررسی وضعیت وزرای کابینه آخوند روحانی، باند خامنه‌ای به شدت نگران است که نتواند از پس پالایش آنها در مجلس ارتجاع برآید و از این رو هر روز به ایادی خود در مجلس هشدار می‌دهد. کیهان ارگان خامنه‌ای در سرمقاله 23 مرداد خود با عنوان چه خوابی برای مجلس دیدند نوشت: مجلس این روزها با رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی ایام مهمی را سپری می‌کند. دکتر روحانی یک سال پس از فتنه 88 درباره عوامل تجمع ضد انقلابی 25 بهمن گفت: این یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود. این جماعت که به هیچ صراطی مستقیم نمی شدند به امام و رهبری اهانت کردند و رسما روی عنوان جمهوری اسلامی خط کشیدند. حال سؤال مبنای این است که از کدام خیانت آنها و به چه حسابی می توان گذشت؟ چگونه رویشان می شود وزیر دولت جمهوری اسلامی شوند؟ یعنی اینقدر در کشور قحط و رجال است؟ صلاحیت نامزدهای معرفی شده برای تصدی 6-7 وزارتخانه با اما و اگرهای جدی مواجه است. ارگان ولی فقیه ارتجاع ناگزیر تشتت در درون باند خامنه ای در مجلس را برملا کرد و به آنها هشدار داد: دامن زدن به مجادلات تند میان دو طیف موسوم به رهروان ولایت و اصولگرایان مقدمه فتنه مهندسی شده است که در اصل عقیم کردن و به تحلیل بردن اقتدار نظارتی مجلس را در دستور کار خود دارد. مجال دادن به این اختلافات طبیعتاً راه را برای لابیگران که دنبال تجزیه مجلس و جذب افراد ضعیف‌تر هستند خواهد گشود. نباید اجازه داد ماجرای مجلس پنجم و دولت اصلاحات بازسازی شود. آن روزها از مجلس به عنوان مجلس زوری، دست نشاندگان عاملان قطع‌های زنجیره‌ای و مجلس تاریخ گذشته یاد شد. حرمت مجلس را باید پاس داشت و حرمت هر امامزاده به متولیان آن است. کیهان آخوندی در مطلب دیگری با عنوان روی آتش فتنه آب می‌ریختند یا بنزین در مورد نجفی وزیر آموزش و پرورش آخوند روحانی نوشت: فعالیت‌های نجفی در زمان فتنه بیش از اینها بوده است. برخی از خانواده‌های کشته شدگان فتنه 88 گفته بودند که آقای نجفی در آن زمان با هدف تطهیر فتنه‌گران و انداختن تقصیر به گردن رهبری این دیدارها را انجام می‌داده است. آنها آمده بودند تقصیر را بیاندازند گردن رهبری. به کنایه می‌گفتند که ما تعجب می‌کنیم چرا آقا با اینها برخورد نمی‌کند. هم ایشان را مقصر می‌دانستند و هم دولت را. در اصل آمده بودند که این را بگویند. بعد می‌گفتند که این حوادث تقصیر ما نیست.